نخست استادی استادان دنیا بار بعد بوده نواگر راوی یشتی عبیستا بار بعد بوده یکی از عامل‌های موفقیت ایجادی خود را استاد جورابیگ مرادوف به آیله وابسته می‌داند. هرچند که قسمت زیادی عمر خود را در سفر گذرانیده باشد هم توانست فرزندان صالح را به وای رساند و آنها امروز هر یکی در جامعه موقع خود را پیدا کرده با پدر شهرتمند و دلسوز و مادر مشفق افتخار می‌کنند. مناسبت آزاد و دوستانه در فضای خانه استاد حکمران است. استاد صاحب 4 فرزند عالی‌جناب هستند که برای من و همزاده را همچون جهان می باشند. فردوس بیگ این اتالون آداب، استاندارد آداب. خسرو بیگ این کس فتامون که دیپلمات ما فخر میکنیم. پرویز بیگ ویلیکی پرودوسر. جانی بیگ که فخر میکنم آخوردیش همراه فرزند من کلامش در اکسین خوندن ناز میدونم که از همین تاجیکستان سرکه تر تمام دنیا این طرف تا امریکا و این طرف تا اروپا میشناسن و فخر میکنن. من فکر من انسان باید همیشه انسان باشد مثل پدر ما. پدر ما برای همه فرزندا ایدئال هستن. من میخواستم که تمام فرزندان میخواد پدر داشته باشن مهربون. پدری عزیز و مادری مهربون از روز اول من همچون دختر قبول کردند و تا حاضر من خودم رو همچون کلین در این خاندان حس نمی کنم برای اون که مناسبت ما خیلی آزادانه است. پیش از همه باعث فخر است که از 7 میلیارد آدمی روی عالم منم فرزندی پدر هستم. منم فخر از اون میکنم که در همین آیله به دنیا آمدم. به فکر من آدمانی هستن که آرزو میکنن که یک بار یا با جورابیگ مرادوف بخورن یا بینن یا حدی اقل دستشان رو فشورن. ما امکانیت داریم که همراهشان هر روز شیشته چای خوریم، هر روز بینیم، مسئولیتی اون کس رو گیریم.
عشقی که آنها آنکس به فرزند و به اویله دارن از آن بهره بریم. پدرم همیشه هم به ما حسی وطن دوستی و انسان پروری یاد می دادن و هم با کار خودشان عبرت می دادن که انسان دوستی و انسان رو نغزیدن این هم یک شاید داده خدا باشد. و پدرم بغرض از وظیفه و پول نفرها رو به یکان طبقه تقسیم نکرده نوابسته از چیز و چوره آنها دوست می دارن. من با پدرم از خردسالیم میتونم شاید تعریف هم باشد از بین برادران. با پدرم هم بسیار سفر کردگی هستم، هم بسیار جای من می گرفتم. گی جایی که نمی رفتیم همیشه دستی یاری، دستی کمک به همون آدمایی که به همون احتیاج دارن، محتاج هستن، همیشه دستی یاری دراز می کردن. من از یادم نمی برات، ما از بازاری زیلیانی بازار زیلیانی پایتخت من خورد بودم، شاید 10 ساله بودم، می گذاشتیم و در همونجا یک نفر استاد بود، اجازه دادم های بود، و این نفر کسلی روحیه داشت با نام داون. اون وقت من نمیدونستم این کسلی رو، لیکن همون قواره همون بچه از خاطرم نمی براد. وقتی کلان شدم بعد من فهمیدم که این کسلی داون است. همون بچه پدرم رو شناخت، آمد سلام علیک کرد، بعد گفت که من شما رو می خواهم وقتی که زن می گیرم شما رو می خواهم بعد توی هم دعوت کنم. شخصا خودم در همون وقت هم خورد بودم، همین کسلی رو نمی دونستم، ولی از چیزی پوشیده و از چتلی و چرکینی و من شخصا درد خورسالی هم باشد حذر کرده بودم. لیکن اون کس او بچه را من شاید 17-18 ساله بود و آغوش گرفتن، گفتن حتما من در تویت خدمت میکنم و یافتن من دشوار نیست، وقتی که توی کنی بیا من رو یو، من حتما میبیام در تویت خدمت میکنم. این یکی از روزایی بود که نو تکرار شونده است. افتخار از آن میکنم که چنان پدر و مادر دارم، چنان برادر رو دارم. البته از پدر ما سری نمی کردیم، برای که در یک ماه اگر 30 روز باشد شاید 20 روز یا 25 روز اون کس در گاسترول بودن. اون وقت وقتی شوروی نقشگیری بود، پلان می گفتن، همیشه در سفر بودن، چی در سفر داخلی شوروی، چی در سفر بیرون از شوروی. برای همون وقتی که می آمدن ما مایده بودیم، صبح میشد چشم ما فقط رهن انتظار میشد، برای که میدونستیم که تقریبا کدام روز میبیم. ما با برادری کلانیم اکوی فردوس با پرویز، وقت جانبک نبود، براه نگاه میکردیم. بسیار لحظه‌ای بود که پدرم ساعتهای 5 یا 6 صبح با تاکسی میامدن. می نگریستیم که تاکسی است، همیشه تاکسی شوروی ولگا، و با رقم های دولتیش اعتبار می دادیم. رقم های دولتیش از سمرقند بود، یکی از خوجند بود، برای که وعده دادگی بودن مثال امروز در خوجند هستن، پگا ساعت 10 صبح وعده دادگی هستن با یکان رفیقشون که ما حتما با زادروزت یا با یکان معرکه مادرت یا پدرت ما حتما هستم. با همون رفیقشون وعدگی دادگیشون اجرا کرده، حتما شاید همین شبی در روز در راه بودن و کهی که نباشن می آمدن. فقط با ما نصیحت میکردن که بچم اگر
وعده دادی وعده تا اجرا کن. اگر اجرا کردن نتونی وعده نتی. برای این هم یک تربیه بود. همیشه با نه تنها گپ بلکه با عمل خود، با رفتاروی خود ما رو به یک روی درست نشان میدادن. ما همین فیلم که وقتی که شروع کرده بودیم همرو، من میخواستم فهمم که پدری من کی؟ ما بچه جوان از کجا میفهمیم مهنت چیست؟ از کجا میفهمیم که صبر و طاقت چیست؟ پدری من از همه معموشون نبیهاشون یک چی مهنت خودشون رو من نشوندم که مهنتشون رو چخه کرده بودن. پدری من هر صبح میخیزن ساعت 6 صبح مشق میکنن، 2 ساعت مشق میکنن هر روز، ساعت 8 مشقشون رو تمام میکنن و بعد با کار میبین با مشق میکنن. پدری من دلی پاک دارن، وقتی که فعلشون هم بیاد هیچ وقت به دل نمیگیرن، میتونن در وقتی جهلشون اگر یک بتون نظری سخت کنن یا یک سیاستشون رو نشون تیان، لیکن بعد 10 دقیقه بعد نیم ساعت این چیز از فراموش میشه، در دلشون نمیگیرن. من همراه پدر وقتی گشتم به پدر بسیار ناعدالتی های زیاد کردند به طرف پدر، بسیار برای مهنتشون. هیچ وقت پدر یکون کوری بد برزیدشون نمیکند، برزید تنها یک گب میگون حوالت به خدا. در وقتی بیسر و سامونی ها وقتی که همراه پدر میگشتیم، به ما لازم بود که پدر رو در یک مرکه باشد به زودی به موتر شنونده بعد به خانه با یکان جوی دیگه میرفتگی باید میبردیم، لیکن پدری من به این هیچ چیزو نگاه نمیکردن. وقتی که بیرون میبرومدن و نفرهای زیاد میشدن، هر یکتی همونو که سلام میکردن، ما از شبای هم بخطری هم همونو التماس استاد خیزیم رویم، ممکن نه در بیرون نیستدن هر خیلی گفو. هیچ وقت دل یک کسا نمیرنجوندن. وقتی که بیرون میگردن یک آدمی ناشناس میبیاد همراهشون سلام میکرد، همه وقت میستن یک ناشناس همراهشون زنگ میزند همراهشون صحبت میکنن، اما میگویم او پدر او چه میکنه همینو که صحبت کرده، یک تلفن ها کشه تمام ده، او وای با امید تلفن کرد، من چخه باید به امید میکنم. وقتی که تو یک سوزنی خودت گم میکنی چخه زیخ میشی، یک سامونت از کیسات گم کنی زیخ میشی. پدری من خونهاشون از دست دادن، چیزو چوره از دست دادن، پولاشون دادشون نبود و ما گریزه بودیم. و همین مسئله روسا که نیمه استو روبلی نیمه استو دروزه، ما در همینجا دیدیم که پدری من، میدونید پدری من هم خدمتی که به مردم کرده بودن با پس برگشت از این خونه به وای خونه، دوستاشون بود ما قبول میکردن، لیکن با پدرم با مهنت سختشون کتی از سر نو برآمدن، از سر نو یک چیز شروع کردن. این بسیار دشوار با اگر فکر کنی که یک مرتبه بلند برای او با در از پایان از سر نو شروع کردن، خدا مهربان همه وقت کمک شما میکند. یک کمک شکری خداوند مهربان که من خیلی پدر دارم. چی گرفتم؟ گرفتم تربیه خوب، نصیحت های خوب، کاری بد و خوبه فرق میکردگی شدم و تمامی خصلت های پدرم که بود و تا حال هست حرکت میکنم که همون خصلت هایشون رو تکرار کنم. و چه خیلی که اون کس به مردم، چه خیلی که اون کس به یار و دوستا، به اهل و اله فقط خوبی یک اون وقت بدی نمیرسونن، ما هم حرکت میکنیم که اقلا یک ذره هم باشد مثل همونو خوبی کنیم و فقط نغزی ما رسد. برای همین من بسیار چیز آموختم و از پدر و در زندگی ایدیالی من این پدرم هستم. خوب از صنعت پدر چی برداشت کردید؟ از صنعت پدر، اکنون صنعت پدر بسیار یک صنعت بزرگ است، بیکنار است، برای که در تمام گوشه و کنار دوست می‌دارند، در تمام گوشه و کنار صنعتشان رو چخیل گم همه خیلی بدست می‌بردارند. خلق با کدام دولتایی که با کدام در کدام شهرایی که من خردسو هستم، من خردی که هستم، من بسیار با پدر سفر کردم از سینوی خردی، در تمام جا وقتی که پدر می‌در اومدن
از جو خسته تمام مردم پیشواز میگرفت. اینقدر همین دوست داشتنی از دل و جان، مثلا دوست داشتن هم هر خیل میشد کنم. یک کس از پشتی منصبش، یک کس از پشتی پولش، باز همه خیلی نفرها هستن که از دل و جان همین خلق دوست میدارد. یکی از اونها این پدری من، برای که این کس بسیار خدمت کردن برای خلق و تا حاضر میکنن، بسیار زحمت میکشن و فقط یک گپ دارن که به خدمت خلق کنیتون، به وطن خیانت نکنیتون، همین فقط در خدمت مردم باشیتون. یا ناحیه ایسار یا بفکرم یا ناحیه ایسار یا طرف های زرفشان بکن مایده بودم، اینقدر یادم خوب نیست. لیکن همون محله یک بار توی میرن، یک توی بسیار انسانی بای با، بعد از هم در همون محله یک بسیار کمپیری کمبغل زندگی میکرد که یک فرزند داشت و همون کمپیر از زمین چندین سال فقط پول جمع میکرده است و فقط همین مردم رو میکرده است که من فرزندم توی میکنم و جورابیگ مرادوفا دعوت میکنم که آدما باور نمیکنن، میگن که ای تو کمبغل و جورابیگ مرادوف پولوی کلام به بیانو و پولات نمیرسد و همه خیلی خیلی. بعد همون کمپیر اومده پدری من یک بابا کرده میوان، یک بابا کرده میوانو، بعد میگن که همه خیلی گیره کرده قریب همین بزانو شده که التماس به توی من بیو، برای یک فرزند دارم خدمت کنم، من چقدری که همین پول دارم و چقدری که پول جمع کردم همش رو به شما میتیم، لیکن همین من رو یک بار آبرویم رو در همین قشلاق و در همین شهره که خودم رو بردار، برای که یکان کس باور نمی کند بر من وقتی که من میگم که من جوره به یک مراد فهم برم. بعد پدرم گفتن که تمام یکان گب نیست، من آمده توی شما میگذارم. و وقتی رفتیم همونجا تمام مردم جمع شد، اکنون این کمپیر همین خیلی خوشبخترین کمپیر در همون ثانیه ها همین نور میبرید از روش، بعد خیلی توی بسیار خوب گذروندن همین به درجه عالی. بعد در وقتی آخر وقتی که همه سر توی تمام شد، بعد وقتی که پدری ما باید روان، او کمپیرک آمد و همین نمیدونم اون وقت پلوی روسی بود روبلی بود چی بود اون طرف وقتی پیسویتسکی سر بعد گرفته همین چقریه خوزه بود، همه پولی که جمع کردگی جورابیگ جان التماس همین از نام موی کمبغل، همه قدر پولی که در زندگی دارم همینه من از دل و جان به شما میتیم. افته پدر به درست کردگی بود که پدرم پولش گرفته با اکیستشان چند قیه دیگه پول گرفته، گفتن که این پولم از نام من برای شما تویانه و عروس و داماد با یگان چی گرفته تیتانم. انا اکنون ایخی خسلت، ایخی کورو شما شاهدی هم؟ من شاهدی همه خیلی کورهای پدر هم بودم مثلا. برای هم یکی از همه خیلی انسان ها هستن که فقط نیکی و فقط خوبیشون میرسد و در چی در امریکا، چی در اسرائیل، چی در روسیه، چی در قزاقستان، باور کنید ما هم خیلی مثلی همین شاهانه فقط دم میگرفتیم، فقط مای شاهانه قبول میکردن در همه جو. و یک چیزی دیگر که من خودم شاهد، حتی همین یک راههایی که محکم بودم، مثلا همون کاری که همون چیز نمیشود، لیکن وقتی پدری من به همون کار دست میموندن همون کار میشود، برای که انسان خوبه، انسان خود به خدا نزدیکتره، همه وقت خداوند هیچ وقت در سیر راه نمیموند و هیچ وقت اویا در نزدی مثلا چخیر گم یگان به همه کارو برور میتید، به همه کاروش یاردن میکند، برای که البته این خیلی انسان هم هستن که خدا نظر کرده و یکی از همه خیلی انسان ها این استاد پدر بزرگوارم جورابیگ مرادوف. السلام علیکم برادران، خواهران، مادران، پدران، فرزندان عزیز. جان پسر نخلی جوانی باش زیبی بوستان، میوه های شکرین ده از تو امیدم کلام، رس به قدری نورسی تا بر کمالاتت رسی، دان که دوری نورسی توست دوری امتحان. جانبیک بسیار خواست که من سرودی استرادی یک جانبیک تی خوانم. باری اول من سالی 66-67 خوانده بودم، خواستی دکاکولا ششته بودم نیمی شب که، لیکن دیگر نخوانده بودم. جانبیک داداش من سخنش نگرداندم، باری اول ما خواندیم. مبارک شد سالی نورتان، زنده باشید.
همچنین برای کمتر گرم شوی یک بازی میکنیم رحمت خوارم از همین موبین جانب یک جان میبخشید دیم شما اکثرتان سرودای منقل پدر مادراتان نازده تولد شده که شما سویدانی ها پد سرودی شما بود آفنی چرا نیچ من همین از موبین زل دو قسم جدا میکنیم طرفی چپ طرفی من طرفی راست طرفی استاز انا کنون میفهمیم کدام طرف زیاد قرسک میزند و زیاد حالی نه اول این طرف طرفی من وقتی توسته میشمورم همه ما یک جای سر میکنیم قرسک زنی همین چقدر میتونیم احتیاج دانده طرفی راست بعد طرفی راست طرفی استاز نگی به هر حال سمالیات تایر کردی من طرفی راست زور باشنو یپانی میریم اگر طرفی من برد طرفی من قدیمه امریکا حالا کنون همه تیاره اول طرفی چپ طرفی من یک دو سه خیلی سه دو یک خیلی استاز با زور ده استاز اکنون ما شاگرد علم شما هم استاز استان اکنون همه یک جه یک دو سه ها تشکری زیاد یک آهنگی نوی دیگه با نام پیر منم جوان منم برای همه شمویان مرحمت شعر از مولوی Акула
فرصت بید سر اویله برمگردید. چشم. چونکه ریشه ایجاد شما، ریشه پرواز شما این پیش از همه از اویله وابسته بود. برای جرابیک مرادف اویله این چی مکان است؟ یاد دارید به توش ماه فرزن باید بله. چی تأثیرات فرا میگیره شما رو؟ من فکر برم که هر یک شخص اویله این دولتی مایده، ملتی مایده. به فکر من همین اگر از چخیل سرداری میکنه، چخیل اکم تربیه همین چیز ما اول از همین خوجان سر کنم پیش اویل دار شدم. من همین ممکن همین یک دعا باشد که صادر خان حافظ قدی من خیشته بار شدم. این بینید من همین عبیری صادر خان حافظ همسری من بلی از طرفی مادرش از پدرش از اسفره ما همین یک دیگری شناس شدیم. خب من بسیار میخواستم که من همین خاندار شدم. خیلی اینا پدرش ها وای بدن اکن آدم های این عشق جوانی بود؟ ها عشق جوانی دید ها با نفوذ و بعد هم وقتی که فهمیدین که من از عینی دخترش ها جوان بدالین ما میخوام خد جنگ کردین و گفتین که بعد پدرش ها و مادرش ها دیگه خیلی رساندگی یک بچه که ایسان بسیار دقل و بسیار آدم ارتیس به دست و یا با سرخفشتگی ارتیس که یده که بعد پدرش ها آمده اینجا عرض به ترش ها آمده که اینجا در جهدشان رئیسی نظارتی خلقی به شهر بودن رحمتی ایسا و احمد و موسایی رفیق من دوران عشوری کاتبی اکمی گرگان کنسما بله فکر نازم پیجا گفت جوانی که کم زمان پیجا دوره اشوی عرض با اون دیان اب من گفتم من هم اومدم وقتی که من قتی دیدن صحبت کردم یک کسی همون راهبری همون اسفره ما هر دو ما چهار سر گشت ساد بیم که دیده برف بازی بکرده بیدیم دیده رفته هر خیل گبزی گیده که بعد خفه شده آمده که یک شد دیدن صحبت کردیم بعد رفته آیله شما بوده بچی بسیار به مدنیتی خوش روید و دیل شما گرم شده است مادر که مادر میدانستن مادر که میدانستن خیلی از بعد توی وی کریم که تیز توی کنن نباشد توی کریم هم بیچارم وقتی قیاس و کاتبی رئیسی سپالکان زریف و کاتبی یک کنیم از پنج گین چنگ از چیغزیم اینه سرداری کرد یک چند ماشین اسفره رفتیم خود توی کرا آمدیم وری تیپ از آنی مامور جان یلشو دختری حاجی عبدالعزیز این کار بینید اینجا صادر حاویز اینجا حاجی عبدالعزیز از دین نزدیک وری تیپ یادتان های رفته مامور جان یلشو کوچشانه بعد سنگ مانده کشادیم و هم این نبینید سه دو حافظی که من برای من نابغه هستن استازان غایبانه خشته باری و آمده همین من زندگی خوب با همین سفر هنری نه از زن نه بچه ما سر نشدیم نه پدر نه مادر همین بچه های همین خدا خیرت کلان کرد منم میفهمید من به شرایط کرده میداد مثلا کنسرت شود یا که پیش کنسرت من یکان کس پیش من نمیداد من تیار میدیدم و اگر یکان کس در اصیبی میشتم دیگه همین چیزای حالت های میفهمید شرایط کرده میداد من با شرایط کرده میداد بچه های ناز تربیه میکرد خیلی که نامز سانی دختری آواز متخصصی که قریب که آسیای میانه با مخصوص آواز همینه من گفتم که شب که یک من نی حافظی زیاده دست بهترین دختری آواز است دستش مجیزه برای این 50 سال بود مایم خط بای خواندیم اگر مالجه میکرد پیش یک کنزتو مونده میشنیم می آمدیم از سفرهای هنری خونوک زلا خونوک شرایط اون وقت میدیم گست زلا خونوک راه ها اقده وی نبود نکه صنعت بسیار درجه عالی بود احترام خلق و احترام هم خودی راه برای وی بود همه همین چیز مایده شده هیچ چی میشه پیش صنعت بزرگش بود همین خیل خدا به شکر صاحبی فرزند شدیم خدا چهار پسر داد فرزندی اول ما فردوس بیگ وقت تولد شدن من بیمارخانه بودم استاد ترزاده هم بیمارخانه بودن مغفرت کنان اونها یک چند نفر بودن وقتی که آیلم آمده من دید همون شب همون جا رفت رادام رفت پگیش و خبر آمد که پسر شده است استاد ترزاده تشکیل کرده یک دست گل من از یک سکاری پاموش خیلی فرسانده نامش فردوس بیگ میموند فردوس میمونه گفتن ما رفته تبریک کرد نامش فردوس مونده امیر خسرو هندوستان رفته آمده موندم پرویز نامش حافظ بماندگی بدم چون که همون حافظ الله اسد و سیر رفتیم یک چیزی پیش از سفر استاد لایقتی پسرها دختر داشتنه
بعد همون وقت یانگر باز تولد کنه جان در کار. بعد استاد بود گفتم که استاد شما پسر امیدوار می دختر ما کویست جانه گفتم پسر بشه خیر گفته خلیص کلام شده دختر شد نماشه ممتاز مانده من همه هندستان آمده بودم ممتاز مانده گفتم ممتاز مانده تاج محل ممتاز که بعد سیر رفته بسان لایق تحام مایی مشک کرده مهمانی تاجیکستان پس شب و رستنی عربت اگه دانید من همه شای دعوت کردم یک سی نفره اونجا بود خودی درامت خودش یک و نیم سون بود اون وقت پلا یک و نیم سون بود و همین وقت من رپسی کردم امیدوار من فرزن شونش در کرده این پرویز سی این فرزن تلیفون تلفن دستی نبید اون وقت یک چون مهمان تلفن شد اکام تلفن کنم از شادروان اکا عبدالله بکم سی بانچه گیر بسادیم دیم بسیار لایقه میدونستم دیگه که خیال شما که همون باید به جواب دیم من با آمده من تلفن هم تا آمده تلفن گفتم استاد لایق آمده بیرون گوش کردیم من از این دارم احکام بودم سیوان چیم تیه پسر شد من قباخام گرفتم استاد لایق خسر شد که قباخام گرفتم برام ها گفتم دختر چی نیه نیه وقتا ما کویستانی گفتم خندیدن سانی پرویز حافظ مانده گفتم ستم نامش خیلی سه ماه دیر دوام کرده هن این میکاویم وای میمونیم حبا پرویز مانیم با جانبی که جانبی که کسما نفت و جانبی قوناخ و رفیق من همین همین چیزایی که خیلی جانبی که داری جانبی ماندیم همین چیزا نامش هر یک تیرین بعد اولین بعد از کلین کردم و دختر آیلی ما بود همین نبیرم پری چهره شد حبا محمد بیک شدم حج برفتم گشته اومدم تبل شدن هم فرده سودن که از سبیه که همونجه سه سامه رفت خانه خدایی بای بودید محمد محمد هم نامی پیغمبر نامی بسیار تبرک بزرگ با خبر شیم با حقارت نکندان این آدم عزت کندان محمد بیگ بعد پرویز بیگ وای بانده علی بیگ ماندن که همون شمشه خسرو بیگ امریکان سر دیرتر خانه دارشنن نامی پدرم نام پدرم ماندن مراد بیگ فرزند اولشان ها فرزند دویم روزی مولیدی من بشد جوره بگ جوره بگ مراد دو کس ما حاضر کلانی خوردی اون روزی تولیدی من بشدن من حاضر خدا بشد صاحبی عبیره من فردست بگ دخترشان پری چهره پری ناز رمشید نام عبیره ما جمشید رمشید خورشید شید همین خیل زمان خدا بشکر خدا بشکر قطار کوبه ما هم صاحبی آیله فرزن نبیر عبیر چه بیر خدا علیم ارزه و ساشای بینیم تمام دنیا و همه انسان همین روزهای بهترین میسر گرده صاحبی فرزن نبیر عبیر چه بیر شود قطاری همونو ما هم باشیم همسری صنعتکار بزرگ شدن هم افتخار است و هم دشوار من با همسرم جرابیگ مرادو در سن 18 سالگی و اون کس سن 23 ساله بودن که ما آیله بنیاد کردیم با مهر و محبت با یک دیگر دل بسته آیله بنیاد کردیم من در کورس یکم دانشگاه طبی میخواندم اون کس با سپارش جبار رسولوف به فیلارمونی دولتی دعوت شده بودن نو به کار شروع کرده بودن من دانشجو وقتی که این خبر بعضی خبرچی ها به پدرم خبر را رساندن اون کس آمده ما رو البته جنگ نکردند برای اینکه در آیلی ما همین خیل تربیه یافتگی بودیم که پدر هیچ وقت روی راست با من در این مورد با این صحبت نمی کردن همش از موبایل مادرم بودن با تفایل مادرم اولینی که با استاد بخورده بودید یاد دارید؟ البته یاد دارم لیکن اولین با این کس اول من این کس را دیدگی بودم یعنی اول شما عاشق شدید؟ اول عاشق هم نیه اون وقت بسیار جوان بودیم یک چی که
در تئاتر ما به تئاتری اون وقت در خوجند تئاتر پوشکین بود با همکورسا در مد کالج میخوندم با همکورسا به تئاتر رفتیم و یک گویا که یک بدلم یک وای اومد که با عاقب نگاه کن خیلی که همین با عاقب نگاه کردم سرم با اون طرف مایل کرده نگاه کردم که دو سه جوان ها در آمدن به تئاتر آدم بسیار بود با همین طرف از قبط همین قدر مردم زیاد تنها همین کسا دیدم من اون کسا نمیشناختم یا اینکه مثلا این کس علاقه هواسکار بودن در دانشگاه پیداگوگی دانشجو بودن لیکن من نمیشناختم من یک قوه مرا به همون طرف سرم رو گرداند و چشمم به همین کس افتاد و وقتی که چند مدت گذشت بسیار وقت همین یادم می آمدن همین جوان همین یادم می آمد و اگر کوچه ها با می گشتیم می کفتم که همون جوان بینم این کس بی خبر از دور دیدگی بودم بعد منم در کروژوکی در آموزشگاه یکی از دانشجوی فعال بودم و هم با سپورت مشغول بودم هم با صنعت هوسکار بودم بعد ما رو با کنکورسی شهری دعوت کردم و من در آنجا همچون کنفرانسی همون اشتراکچی های دعوت میکردم به صحنه و که نوبت دعوت میکردم بعد میبرامدم از صحنه میبرامدم تا نوبت دیگر هواسکار سر شده نشه بعد همین وقت برندگی میکردم بعد همین وقت به یک جوان سراسیمه دست به روباب در آمده آمدن که همون جوانی که من دیدگی بودم چند ماه پیش می کفتم با چشم و با دل و به هیچ کس نگفته همون جوان در آمده آمدن بعد خیلی خودم نادانی زده گفتم نوبت شما حاضر نوبت شما فامیلیتون که نوبت شما کی به گفته من نگاه کنم پروگرامه که اون کس فلان نامشون و فامیلیشون رو گفتم بعد تا برآمد کردن و بعد اون کس هم تا همین نوبتی برآمدشون رسید که من پرسجو کردن سر کرده بعد شما نامتان که شما کجا میخوانید این خیل بعد همین خیل شناس شدیم تا خاندار اویلدار شدن ما وقتی که پدرم به دوشنبه آمدن دوست این کس در شهر دوشنبه در کمیتیت کمسمولی رئیسی کمیتیت کمسمول بودن بعد اون کس شکایت کرده آمدن و همون جا ما دعوت کردن همچون کمسمول ها دعوت کردن بعد پدرم جوره بیگ را همسرم رو یکوی مراتبه در همون جا دیدن و از معامله و آدابی سخن گفتن و رفتارشون دلشان به مهر پیدا کردن نسبت این کس یک و یک باره فکر و عقیده هاشون دیگر شد نباشد اول می گفتم به مادرم از همین شنیدی وقتی کسو من هیچ وقت دخترم با آرتیست نمیدیم این فکر نکند همین خیل کرده وقتی که این کسا دیدن آداب و معامله و چشکت شناس شدن بعد به خانه رفته به مادرم گفتیم که بچه با آداب می نماید بسیار خوشگپ و خوش معامله بعد دلشان به مهر پیدا شد و گفتن که خیلی تیارش بینم من نباشد روزی من تویش چی کنیم روزگی به توی هم
وقتی که خانه‌دار شدیم من که دختری ایرکی و چی پدر مادرم بودم از بسیار در زندگی خانه خدا پدر مادرم من یک کاری درستم نمی کردم بسیار اویله ها ما دادم که خدمتچی بودن مهمان ها زیاد می آمد یاردمچه های زیاد بودن و ما دستم آبی خنک بهم زدم به نمی ماندن اگه ارکه بودم میخیل ارکه پدر مادر وقتی که شوهر برآمدم هم وزنینی مثلا خوراک پختم مهمان نوازی کردم مهمان های زیاد بعد سلامتی این کس به نگاه کردم حرمت و عزتی پدر عروس و مادر عروس را نگاه داشتن بغیر از این در دانشگاه طبی میخواندم بسیار دانشگاه دشوار طلباتش سخت برای همین برای من بسیار عذاب بود بعد کودک دار شدیم بسیار سخت چی میکردم هم روحان هم جسمان لیکن به همه این نگاه نکرده طاقت میکردم که خودم همین راه را انتخاب کردم باید کرد خودم نقص دیدم باید طاقت کنم برای همین به یگان کس شکایت نکرده فقط طرفی خوبی زندگی را نشان داده به دوستان به خویشاوندان به پدر و مادر انا همین خیال زندگی را دوام دادیم وقتی که این کس بسیار شهرتی بلند داشتن بسیار آوازه و هنگامه زیاد بود هم مردم میخواست این کس را از نزدیک بینند شنوند در کوچه ها اگر ما میگشتیم از قفای مردم ها جمع میشدند جوربیگ مرادوف انا جوربیگ مرادوف گفته زنهای دخترها میخواستند اقلا کستیومشان می یا لباسشان به دستشان رسانند و خاطرم بیاید خودم به حاضر حیران میشم که خیلی همه همون وظیفه های من اجرا میکردم همه دوش زندگی بسری من بود نه اینکه مثلا آرامی شوهر رو نگاه داشتن حرمت عزتی پدر عروس و مادر عروس رو کودکای تربیه کردن بعد مهمانی که زیاد می آمد یک روز به 50-60 کس هر یک مهمانی آمدگی گمان می کرد که به اولین شده آمد برای ما باشد و چند مهمانایی که انا مهمانای گسیل میکنیم بسیار مانده میشدیم بسیار خسته میشدیم پاها ما درد میکرد یک خواهرچم یاردم میکرد شهری مسافری به آمدگی بودیم این خیلی یک از کلانا یاردم میکردگی ها نبودن از سینی 18 سالگیم که من به خانه دار شدم و آیله دار شدم از همون وقت خیش و تباری که مثلا از عینی از کوهستان می آمدن بسیاری ها فرزندشان را به ما سپاریده ما یک سه خانگی خانه در همین ناحیه حاضر روغم مسلاجر میکرد آن زمان در همانجا زندگی میکردیم خانه ها ما تنگ بود یک خانه به مادر عروس هم زندگی میکردن انا بعد جیانو بعد دادری خوردیشان از 7 سالگیش همراهی ما زندگی میکرد توره بیک بعد یک دوستاشون بودن همونجا دانشجو بودن عالم جان یک چند نفر انا نفرا همین خیل در خانه ما نگار البته هماشون از پگاهی میخستم باید که نانشته تیار کنم بعد اینستیتوت بروم از اونجا میبیام کودکی میده با خوراک تیار کردم در کار همه انتظاری من که من میبیام استاد مرزا ترسونزاده استاد لایق با خیرمزاده شخصیت های بزرگی که در ملت ما هستن خانه شما بودن بله البته شما خدمت کردید البته چی لحظه ها از یادتون به هست؟ لحظه از همه از خاطر نمی برآمدگی این یک دفعه استاد میرزا ترسونزاده رو
با روز تولدی همسرم تکلیف کردیم که بیایند و وقتی که ما حالو که ساعت بر وقت بود ما تیاری دیده استادگی بودیم در خانه از چی شده به دالان بر آمدم که استاد میرزا ترسونزاده در پایان در همون جا کفتکاوی خانه ما دارند این طرف این طرف نگاه میکنن بعد من جاربی که درف چی کردم فریساندم گفتم که استاد آمدگی اونکس فر آمده سانه گرفته آمدن از وقتی گفتگی ها ما یک نیم ساعت به 40 دقیقه پیشتر آمدیم ما انتظار بودیم که وقتش با اکنون همین خیلی بسیار سرفراز شدیم بسیار خرسند شدیم خجالت شدیم که ما اون کس از کوچنی از چی خودشان من همین خیلی آمده بسیار خاکسار و همین در جمع آمده جمع می شدیم در باقی در طرفی در ای ورزاب اونجا چهوشان بود دچه بود در همون دچه چند مراتبه و می خوردیم بسیار آدمی خاکسار زیاد گپ زده مثلا خودشان چی نمی کردن همه نمایش نمی دادن همه گپ می زد بسیاری بعضی جوان ها خودشان نمایش داده گپ زده و کنه اون کس تبسم کرده آرامانه همون سخنهای همه های گوش کرده چی میکردن رازگی خودشانه با سرجمانی و هم صحبت میشدیم وقتی که در صحبت آنها مینشستم این یک جهانی دیگر بود بسیار با من بسیارتر انا همین خیلی صحبتی شاعرها و نویسنده ها و دانشمنده نشستن لذت زیاد میداشت نظر به یکان با مهمانی عادی که یک زنها که دیشتن و بسیار درباره این غیبت و این غیبت و اومن من خوش ندارم شما وقتم نداشتم وقتم نداشتم و همین خیلی با دوگانه های و با کمکارا و یکانجا رفتن و این خیلی با وقت نداشتم همه زندگیم از همین از کار داویده به خانه بیایم تیستر روم و تیستر همین خدمتی خدمت شوهر و فرزند رو اجرا کنم بود می لحظه که با فرزندان فریاد کردی اکو فرشته به فکرم داد نمیگود جنگ نمیگود میشد همه عالی بود فرزن که گوش نمیگود داد میگید که اصحاب ده آدم ده ما همه ما شیری خام خوردگی لیکن زیاد این خیلی زدن و این خیلی سخت جنگ کردن نکردیم چون که دادا ما پد نکردم که ما چی به با همین هم من نصیحت دایی میکنم که بچه هم دادام یک چیز گفته بودم من برای من بچه بچیم دیدن که من آبرو اعتبار کجا را من ازبکستان هم میرفتن کنسل من منقتی حیران میشدن قرقستان هم میرفتن پدر همراه بودن دعوت میکنم بعض میامدن 800 کیلومتر زمستان راه نبود که واسه ازبکستان سمرقند تیرمیز 800 کیلومتر گروزه بود پک کبینه میشته میامدن و دادا جان ضرور میه بچه می بعد میفهمی اکم از من خودم فهم سادم اما وقت نمیفهمیم حتی سخت برسیدیم دادا جان ضرور می دید می بعد وقتی که آبرو اعتبار میدن حیران میشدن بعد یک چیز گفتن بعد چی گفتن همین یک دل تیماز همین مواد و اخون نروی تو همین پسری مراد بگی کرودی یک دهقان بچهش همین چیز با اخون نروی همین برای من شعار شد بچه هم داری من سسنان بچه هم ما بغیر از خدا دیگه قوی خدا ما خلقی بزرگ داریم راهبران ما آدم های خوب نیکی خدا ما باید خدا ما سرشته کنیم و بچه ها بگم که فردست کلانی بعد از من فردست بگ بعد خسرم بگ بعد پرزیم بگ جانه بگ احترام دارید من یک دیگه نتایه سانی یک چیز مکم جان این یکی کوچه من دیگه خیلی باشم آیلی من بچه هم دیگه خانه به دیگه خیلی باشم یک خیلی ما خانه ما به غیبت بدگویی امو من نیست ما بد نمی کنیم همین چیزا بچه هم همین چیز خدا باشه یاد گرفته است گپ ما باشه روش میگیم از همین البته میرنجن پدر ما به فکر من یکان فرزند نزد است یکان کسا اگر که قپل هم باشد همین پشه هم حضور ندادیم
همون سیاستشون به ما باز بود. البته چنان که خودتون پیشتر گفتید اون که سفرهای هنریشون زیاد بود، تربیت در دست مادر بود و ما هم در اویلم و چهار فرزند هستیم، دختر نداریم و بسیار شوخ بودیم در خردسالی. وقتی که بسیار شوخیگی میکردیم، اگر مادر ما را دیگه اگر راهی گریز نداشت که ما را احاطه کند، همین تلفن هم برداشتن میگفتن دادا جانش، اینا بسیار شوخی کردن، تیز بید تلفن هم میمونن گفتن انا دادا تازه میبود شما جمع میکنن. از همین گپشان زدگی من و پرویز، خصوصا که بسیار شوخی میکردیم و با عصبی همه میرسیدیم، دو کس از ما برین بچه های خوب و بمانی در همون زنیا نمیشد. پسر تربیه کردم، دشواریش اون که پسر بسیار شوخ، بسیار با مادر یاردماشون قریب که نیست، فقط هوش و یاد بازی و کوچه‌گردی و با همدیگر جنجال. لیکن وقتی که اینها کلان شدن، حاضر اکنون راحت و حلاوتشان را دیده ایستادیم، خرسند شدستیم و پشیمان هستم که چرا چهار پسر زیاد تولد نکردم. که فرزند چقدر که زیاد باشد همین قدر خوب بوده است. بسیار من پشیمان که باز زیادتر فرزند ندارم گفته. های خدای الهی من نبیره ها هستن، هشت نبیره داریم با ای بیره دو نفر، خدا به شکری لیم زیاد شویم و کفت شویم. میخواستید که دختر دار شوید؟ بسیار آرزو میکردم که دختر داشتگی باشم، مثلا فرزندی دویم، سیم. وقتی که فرزندی چهارم را انتظار بودم، قریب که 99% امید داشتم که دختر میشد، برای اینکه نظر به دیگراش این فرق میکرد. لیکن وقتی که تولد کردم و با پسر، دوگانه هم هم کورسای من ها دخترای نامدار در تاری سرم بودن و وقتی که جانب یک تولد شد، من میخواستم که با دختر، همو گفتن که پسر پشیمان نشدم، برای اینکه خفه نشدم و میخواستم که کاش که دوگانگ میبرم دیگر از دختر میشه. بعد خدا به شکر کردم، من فقط پدرم که ما بسیار تربیه میدادم، پدرم به نهایت انسانی چیگم عاقل بودن، انسانی خیردمند بودن و همه وقت با ما نصیحت میکردن که از دهانتان فقط سخنی نیک براید، اگر بناگو فرشته درگذر آمین کند همون کار می شود در حیات. اون کس در سینی 102 سالگی از فوت کردم، برای همین هر وقت من همین سخناشون در معنی من همه وقت زنده صدا می دهد و کوشش می کنم که از دهانم هیچ وقت سخنی بد نبراید و از فرزندام هم حاضر همینه طلب میکنم. کلینام همچون دختر، کلینای بسیار با عقل و با فراست، با حرمت میکنن، عزت میکنن، نمیمانن که من مثلا اگر اینها همراهی من باشن که من یک کار کنم. Сруди Кухсор, песня гор, музыка Джурабека Муродова, стихи Тахира. Поет народный артист СССР Джурабек Муродов. چهره رو برو کردی هم غمی تو را نکته به نکته مو بمو
از پای دیدنی رو خیر همچو سبا پیداده یه خانه به خانه در بده کوچه به کوچه که به که چشمه با چشمه جو با جو دوری دهانی تنگی تو آرد انبرین خطر خونچه با خونچه گل با گل لاله با لاله بو با بو Ты видел ли, мой друг, когда-нибудь, как в музыке родится водопад? Рубаб кладет тебе певец на грудь, настраивая струны сердцу в лад. Не случайно люди говорят, что сердце может в облаках созвучий все раствориться за струной певучей, и нет для силы музыки преград. یاد میکردیم البته می یک هفته میگذشت دم میگرفتیم یک هفته همه ما مونده میشدیم وقتی که اگر این کس خانه بباشن زیاد آمد و رفت و ما خانه بم این کسی نمیدیدیم زیاد از پگاهی که مردم میامد التماس کتی اینش به خانه در کار و یش فرزندش به اینستیتوت می یا اونیورسیتی داخل کردن در کار دیگرش یکان یک درد کتی هم از پگاهی تا شب یکان درد کتی می آمدن هم این پرابلیمش از با این کس هیچ کس به نیه گفته نمیتوانیست یگان کسته از خانه با اگر بیاد
مجبور کرد خانه به در آورده یک پیاله چای یا خوراک خورانده بعد گسل میکردن و این آدم گوید که من وقتم نیست میبخش استاد من خبر کردم و ام نه باید که شما در آید انا همی خیلی خسلتی مهمون دوستی شون و آدم دوستی شون خیلی این یک دل به همین قدر مهری مردم و مهری انسان میگونجد ما حیران میشیم خاکساری این کس مهمان دوستی آدم دوستی این کس به همه حیرت به و منم بسیار از این کس بسیار چیزهای آموختم و وقتی که به سر ما روزهای دشواری آمد و گریزه شدیم سرسان شدیم با یک چمدان از این شهر به این شهر می رفتیم گویا که یک وگزال به زندگی میکنیم البته دشوار بود اگر که خانتان باشید میکشای چیزتان رو میگیرید یا اینکه وای اینجا فقط مهمانی هم بسیار دشوار این زندگی کردن قریب 7 ماه ما همین خیلی حالت بودیم خانه نداشتیم اون وقتا و شهر به شهر میگشتیم دوستانی که دوستانی همسرم ما یا با عزت و حرمت قبول میکردن در خانه هاشون گنجانده با احتیاط کرده همین خیلی با صمیمیت با مهربانی با محبت ما همین خیلی پیشواز گرفته نگاه داشته گسل میکردن و من بعضی وقت خجالت میکشدم که شاید همین کس آمدگی به من چخیل رفتار کردگی باشم برای همین از همون وقتا با به خودم شعار قبول کردم که کسی که محتاج باشد از در چی به حتما باید نیکی کنی از دستت که آید نیکی کنی و شعار ما در زندگی همین است یکان کس رو خفه نکردیم خدا به شکر از دست ما بیاد یاردم میدیم و در خدمت خلق منم اون کس که تماما منم شما از خدمت خود برست کردید و اون کس به طبیبی که شما انتخاب کردید فکر میکنم پشایمان نیستید نیه پشایمان نیستم و این روزم فعالیت دارید و در چند صحبت استاد اشاره کردم که آواز من به شرافت بومه عزیزم که تا امروز تنتنه دارد و در این بارم کمی صحبت کنم بایشون وقتی که من دانشگاه طبی را تمام ختم کردم انتخاب کسب بود و پدرم کسل قند داشتند و من گمان میکردم که من اندکرینولوگ میشم پدرم طبابت میکنم گفت چون که دختر شدگی من به تفایل همون کس اون کس که در جوانی من خسته شدگی بودن و من اون وقت ارزو کردگی بودم که من دختر میشم پدرم طبابت میکنم و وقتی که این نصیبی من گردید و وقتی که ختم کردم همین خیلی فکر میکردم که همسایه ما رحمتی پروفیسر لیف آسپیویچ کلشتیم بودن اون کس پروفیسری همین دکتری گوش و گلوی بینی بعد اون کس وا خوردم چخیلی که همون روز وا خوردم وقتی تقسیمات بود اون کس گفتن که مشرف تو با گجوگ کدام کس با انتخاب کردستی من گفتم اندکرینولوگ تراپیف شدنی لیکن به من اینقدر هم معقول نی من همین کارای خیرورگی نغز میبینم جراح شدن میخوام لیکن جراح شوم میگویند که بسیار دشوار نباشد گفت ما با بیا کافیدری ما با بیا من هم جراحی هم طبابتی هم میتاداش است بعد بسیار خرسند شدم و بعد پدرش با آمده مصلحت کردم اون کس گفتن که بسیار خوب میشد آخر گلوی گوش و ما به این کسبت ضرور بسیار مصلحت خوب من هم همینه میخواستم که تو دکتری همین لار شوی و معالجه من هم از چی کنی بزیمه خود گری گفتن خیر انا همین خیل به همون کافیدره رفتم با توسطی استاد بزرگ یوسف بشرخانیوچ اسحاقی به مسکوه فرستادند به اون وقت لیلینگراد حاضر سن پیتربورگ
کردم. اونجا رفته دانش آموختم و کسبی دکتری آواز فنیاتر یکمین مراتبه در تاجیکستان این یک متخصص من بودم و تا حالا یگان کس این کسب رو انتخاب نکرد. یگان چند شاگردای تیار کردم، کمی کار کردم، بعد این جنگ ها خلل رساند، بعد کسبشان رو ایواز کردم و نهایت من حاضر نبیره ما پری چهره امسال انستیتوت دانشگاه تمام کرد، ختم نمود و با من کار کرده استاد است و آرزویش این که فنیاتر شود، دختری آواز شود. پدر پزمون میشدید؟ البته پزمون میشدیم پدر را. پدر دائم در خدمت خلق، دائم با خلق. تا حاضر پدر کوشش میکنم که یک کس را خفه نکنم، یک کس سخنشون نگردنم. جایی میشد که با اله خود کم میستن و دائم در خدمت خلق. دویم در سفر بودم. دویم در سفر. ما بسیار وقت نمی دیدیم. از ما می شدیم. تا یک ماه، تا یک نیم ماه فرصتی می شدیم. و فکر من، پدر من آدم خدا نظر کرده است. سلامت باشی. خدای تعالی با یک انسان، یک چند استعداد رو با یک انسان دادن، برای همین من فکر میکنم که پدر من این آدم خدا نظر کرده است. Но гуфта намонад ки вақте ки мо бо Фирдавҷон ойладор шудем, чор мисраи аввали даъватномаи моро лоиқ шерали нависта будам. Ёд доред ам байт? Дили Фирдавс, Фирдавс Барин аст, дар он гулчеҳра Ҳури Нозанин аст. Ёд доред ки устод лоиқ хел шумо муносибат мекарданд? Ба самими буданд, бисёр одами аҷоиб буданд, раҳмати устоз, бисёр одами наз буданд. بسیار خاکسور بودند. با فکرم پدری من رو فقط همین آدم های خاکسور احاطه میکنند. مناسبتی ما در خانه جدا هم از آدم هست. بسیار پدری ما بسیار آدم شوخ هستند. بسیار کدام شوخ هاشون میکنند؟ در هم صورت شوخ هاشون هست. با گفت روستا یومرشون بسیار در سطح بلند است. چلویک شوستم یومر بسیار شوخی ها اونکس دویمو جوش هست. به جو یک اون بر شوخی نمی کنن. برای همین ما هر یک فرزندی چونیک که زدن شما ممکن یک اون بر پدر ما به فرزندهای خود دست نبرداشتن. یک اون بر مورد زدگی نیم. یک نگوه هاشون نه یک نگوه هاشون یک اون بر سخنی بد نبرداشتن. یک اون بر ما حقارت نکریم. داشنم ندادم. داشنم ندادم. یکم بار. عموماً گپی سخت، گپی بالاند از طرف پدر نسبتی فرزندان، نسبتی مو که این هوا یکم بار شمیده نمیشود. عموماً ما یک چیز رو گفتنی هستم که هر یک قدمی مو این دو است. پدرم چونین نوایشون هست. خصوصی عادتشون هست که گجوی نروان پیش از سفر. یو مثلا با کور می روند، با سفر می روند، گوجوی که نروند دو می گیرند. یک اودان کلون نباشد، از فرزندی خوردشون من یو دارم که جانبیک پنج سال، شش سال بود. از جانبیک دو گرفته می رفتن که بچه هم یک ما با من دو ده که دو ده من سیاد رفته سلامت برگردم. یک اونجا کوچه من بینیم، یک اون کس که سلام علیکم، یک اون کس بینیم دو می گیرند. کی کی نباشد دعا میگه سلام علیکم من دعا میگه با فکر من دعا میگه با فکر من همین نه خدا که نظر کرد دعا میداره برای اینکه ما حرکت میکنیم که دعای اینکه رو گیریم فیلسفه کو لحظه های سختی که در حیات گذشت اما لحظه ها کوشش میکردید که پدر را احتیاط کنید و چه احساسات پدر فرو میگرفت روزهای لازمین بود نه تنها برای اولی مایل تمام تاجیکستان میشه زیق میشدن پدرم از تاجیکستان هست اهل اویله و زیق میشدن دوستاشون همیشوندن زیق میشدن بود دوستانشون هم به امریکا هم به افستریا دعوت کرده بودن که همش خانه در ماشین جوی کار میشد نکی پدر گفتن که هیچ وقت وطنه نیپرتن من جوربک در وطنم شدگی در همینجا میستم در اویله ما یک رسم اوین است که وقتی که ما همه صرف جمع میشدیم پدر تور رو به دست میگیرند
ва ҳар як фарзанди он кас як гун асбоби мусиқӣ агар дар хона бошад ба даст гирифта бо ҳамроҳии падар менавозанд ва ҳар яки фарзандашон овози хуб дорад. Бо падар дар сафар будед? Бо падар дар сафар будем. Ба кадом мамлакатҳо сафар? Дар Израил яҷо будем, дар Штатҳои Муттаҳиди Амрико яҷо будем. Вақте ки ҳамроҳ будем, ҳамин рости гап хобо карам, ихи гапҳои мумкин меёб. از مهمان رویه مونده می شدم همون خیلی خلق نسبت پدر همون خیلی حرمتشون زیاد که اسرائیل بم یه روز به پنج و هفت جو مهمانی می رفتیم این پدرم کوشش میکردم که یک سه خفه نکنیم همه جو می رفتم من مونده شدم گفتم که بید من همین رفتم دام گیرم نگفتم بچه هم رفتیم آدمای خفه کردن در کار نیم من یکی از خصلتهاشون هیچ کس رو خفه نمیکنم هیچ وقت کوشش میکنم که خفه نم فرزندان را میخوام من نیت دارم که میخوام تربیت کنم که در یک جو گویند با یک فخر گویند که این نبیره فلانی است و همه وقت به فرزندان نصیحت میکنم که پیش از همه شما نبیره چنین آدمی بزرگ هستید مثلا ممکن به دیگر کس این اعتبار ندهند ممکن یکون خطوگی یکون طلبه دیده نشود یا اهمیت نمیدهند لیکن اگر ما بودو یکون رفتوری ندرست یا اینکه گفتوری ندرست از طرف شما شود این کس اما وقت این رو دریاد دارید که شما فرزند نبیره چونین آدم هستید اگر که تو این کار نکرید نبیره یا فرزندی جورابیک مرادو کرد مثلا دسترخان با پدرم هم دسترخان خوش روی ناز میبینند هم اوقاتوی بلازت ناز میبینند پدرم چیزی خمیرین رو دوست میدارند چیزی که با پدرم تیار نکنید بخوبی قبول میکنند بیمزه هم باشد بمزه میگویند چوبه که وی ادام مهنت کرده است این رو تیار کرده برای همین این جهت با پدر بودم شما ایش وقت بیمزه نمی پختید لیکن نیخه من حرکت میکردم از البته از مادری مهربان یاد گرفته گی بودن اصلی خوراک سوات آشه که مادری من نپزن بسیار عجویب هست در دیگه جا من خیلی آشه کم بوده بسیار عجویب پدرم هم تعریف میکنم مسئله خوریش سلط خوبه آیده من بسیار دستش بمزه خدا باشه کنه فرزندهای من این چیز رو از بچه‌اش از مادرش یاد گرفته است مو حرکت میکنیم که پدرم هم خرسان باشن پدر از اول از خوردی ما کوشش میکردن که ما یکم صنعت رو آموزیم من مثال همه ما در مکتب های موسیقی میخوندیم اکن بچی یوش میبروید مکتب موسیقی میرید بچی یوی دیگه فوتبال بوز میکنم کوچه میرن میپرتوید اکن ما حاضر همه ما افسوس میخوریم که ما مکتب های موسیقی تموم نکردیم نیکی همه دادارا ما نواخته میتونیم اسباب های ملی باشد یوروپایی باشد مینوازیم حواس کوری هستم ما که از اویلی صنعتکار که هستیم پدری ما نسبت صنعتکارو تمام ما باید همون که تربیه کرده که نسبت صنعتکار خیلی تمام آدمی زاد ما باید حرمت کنیم عزت کنیم مسئله صنعتکار در کجایی که باشیم ما احترامش بلند است برای که ما هم خطر رو کردیم کدام صنعتکاری که نباشد سو صنعتکارا رو احترام حرمت میکنم من بسیار پرستم میخواستم چون اینکه فرزند کلام بسیار چوی میبینید و در بسیار موارد ها مردم ما نسبت به ایلی صنعتکار فکری نادرست دارن سوال بسیار موارد بسیار آدمای ما از اول میگفتن که این آرتیست است این حالا اینکه آرتیست نه اول اینکه این حافظ هنرمند است بعد از طرفی دین هم هست که اینا سرود میخونم ممکن است این همش از بسوادی ما بله اگر ما سواد دینی میداشتیم سواد دنیوی میداشتیم ما هیچ وقت حافظ رو یا یکم صنعتکار رو گپی بد نمیزدیم گپی بد نمیزدیم برای که حافظ صنعتکار سپرتمن آبروی وطن رو آبروی خلق رو میبردارد من چند جای دنیا رفتم تاجیک گفتم که خیلی پدر ما مثال نسبت احترام صنعتکاران گفتیم چه که پدر من صنعتکاران رو احترام میکنم در کدام معرکه نباشم کدام صنعتکاری که از کدام طبقه نباشم
حرمت و عزتشان، سلام علیکشان. یا اون مهمون صنعتکار مهمون باشد، نسبتی وای مهمونداری. مردمی ادیکت این مناسبتشان چخیر بودن؟ ما وقتی که ما بچه یوش میبودیم، مواد و پدرکتی شهر براریم، مثال چخیر گونن، آدم های دوشنبه باشد، در دوشنبه میدونم، مثال فیلرمان کار میکرن و خیلی ماشیندار بودیم، پنجا شهست متر پیاده میرفتید، صد کس که سمان کنیم، پنجا شهست متر یک و نیم ساعت میرفتن، میخوایم و بچه یوش بودیم، زیپ میشدیم خیلی. که این همه کتی سلام میکنه، همه کتی دلش همه یوان خیلی کنم من آستوسته سین سال رفته کنم فهمیستدیم که این چی خیلی من بسیار فخر میکنم که چنین نبیره چنین انسان هستم برای خورسند کردنی بابا جانم بر همچون تحفه برایشان یکی از صورتهای داشته خودم را والسی جرابیگ را اجرا کردم بابایم از این خیلی خورسند گشتن در صحنه همراه خوندم من باری اول به صحنه برآمدم
بسیار نزدیک خاندان استاد جربیگ مرادوف هستید. بسیار حق گفتید، چون که من این جفتی نهایت زیبا، جفتی نهایت مناسب رو از سال 1964 میدونم، از روزهای اولین شناسایی این دو جوان. در حقیقت این اویله نهایت و بخت نهایت جفتی مناسب می باشند. جربیک برای مشارفه خانه آباد تشکیل کردند، برای مشارفه تمامی خستهشون رو استفاده برده وی رو دکتر کردن، علما کردن. من امروز مشرفه نامزد علم های تیب از تمام جمهوری های آسیا میانه برای مشورت و برای مصلحت گرفتن و نزد مشرفه می آیند و طبیب آواز می باشد. لیکن در نوبتی خود مشرفه برای جربیک هم نهایت خدمت های کلان کرده است. خانه اون کس رو آباد با سامان کرده است. فرزندوی اون کس رو، چهار نفر پسری اینقدر زیبای و اینقدر برومند رو بسیار نقص تربیه کرده است. مشرفه دویمو دری کشاد داشت، دویمو دسترخونی کشاد داشت. برای همین همه طرف مساعدت کرد که در گرد جربیک اینقدر دوستان جمع آیند. دویمو این خانه سر آدم، سر دوست بود. برای همین هم جربیک در تمام جهان اینقدر دوستان نزدیک دارند. یعنی این دو جوان، یعنی این دو جفت یک دیگری رو پوره می کردند. من از سبب آن کتابی می باشم در موردی به دنیا آمدن هر یک این پسرچه ها من شاهد بودم و امروز شاهدی به دنیا آمدن این بیره های همی ها می باشم و من نهایت خودم رو خوشبخت می کنم. برای چی من خودم رو خوشبخت می کنم؟ چون که با چونین اویله زیبو دوستگی کردن این یک خودش یک دولتی کلام می باشد. این در حقیقتی که از بایگری های حیاتی من می باشد که من چونین دوستانی خوب دارم. جربیک از همین کودکی نوزاد سر کرده استاده تو همین پیرونی برنای مناسبتشون یخین می باشد. به همه این ها با غمخوری، با مهربانی، با عزت، با حرمت، وقتی که سخن درباره گفتار نیک و پندار نیک و رفتار نیک می رود، یکم به پیش چشمان من همین جربیک مرادوف می آیم. وقتی که گفتید که ما همراه همسرم به کوچه ها می برآمدیم و حتی زن ها آرزو می کردن که بر دامنشون به دست گیرن یا اقلا همراهشون کمی فرصت یا بانک صحبت کنن، رشک نمی کردید؟ البته رشکم بود. مثلا بین زن و شوهر در هم در هر یک آیله میشد، بین هر یک زن و مرد میشد، این خیلی هم بود. لیکن بی اساس رشک کردن به من خاص نبود. بازرگان چون تو به دلبری ندیدم، گل برگی چنین تری ندیدم، چون دری دور از تی دهانت وای نظمی سخنی دری ندیدم، باروی تو مای آسمان را امکانی برابری ندیدم، لالی چلبی شکر فشانه در کلبه جوهری ندیدم، دیدم همه دلبرانی آفاقای چون تو به دلاوری ندیدم. بس قیصه بی شمار گویم،
قربانی چمن فیغان برارن وای گر فرقتی نو بهار گویم یک عمری هزار سال باید تا من یکی از هزار گویم بر من دلی انجمن بی سوزه گر دردی فراق یار گویم یارانی سبکیم کجایم باید تا دردی دلی فیگار گویم آه یارم دردش به جان جانم تا دردی دلی فیگار گویم دامن به قیامت بگیرم اون کس که به جز تو کس ندارد وای در هر دو جهان من آن فقیرم ای مرهمی ریشی دهتم دام درمانی دیگر نمی پذیرم ای بادی بهاری اندر این بوی در پای لطافتی تو میرم ای مونسی روزگاری سبی باید رفتی و نرفتی از زمیرم آه یارم دردش به جان جانم رفتی و نرفتی از زمیرم آه